نادان نباشند که جزئیات‌های افرادی را قبول کنند که خودشون را در همون فتنه و در همون جنایات بسیار بسیار شریک و سهیم می‌دانستند. بنده در همون جاهایی که شما اشاره کردید که البته وقت خوندنش را نداشتند، ولی افرادی را بهشون حق رأی داده اند که یعنی خلاصه خودمون فقط رأی می‌گیم. این هر کسی که مثلا در رژیم سابق دارای یه پستی بوده، یه زندگی بوده، یه چیزی بوده، یا هر کسی که بر خلاف می‌دونم انقلاب اسلامی می‌دونم اقدام نکرده، از اون حرفایی که آدم وقتی می‌خواد دشمنان را بیرون بنوره و دیکتاتور بشه، همیشه کسی نمی‌خواد بگه بنده دیکتاتور آمدم مخالفینم را با درو بکنم برم، نه، میاد اول با یه قیافه بسیار انقلابی مصمم که من ایران را گلستان کنم. 6 ماه قربان، 6 ماه تمام جیسه ها جمع نمیشه در ایران. چرا دروغ؟ از حالا دروغ بگیم به مردم ایران؟ نه، من مردی نیستم، امیدوارم که هرچه زودتر بشه. این جذابیت هم که شما میبینید، خیال میکنید، وجود خارجی در ایران نداره. مسئله این آقایون در خارج با خرج مبالغ هنگفت و سر و صدای گاهی دیده میشه، ولی در ایران گمان میکنم که جرأت ندارن. اگه خمینی هم نباشه زیاد راه برن. جای تأسفم هست، ولی خب جوانانی هم بستن در اونجا، عضو ملت ایران هست. اونها حق دارن بیاین توضیح بدن، صحبت بکنیم و با اینها میشه کاملا کنار آمد شاید. ولی به این ترتیب که من اینطور دستور میدم و من اینطور میکنم و 6 ماه ما چه میکنیم و روی چه حسابی؟ روی کی؟ آخه روی چه حسابی این حسابهای قبلی میکنن؟ روی چه اطلاعاتی؟ من بگذارید یه چیز به شما به طور متیقن بگم، روی اطلاعاتی که دارم. الان وجهه خمینی با تمام بدبختی هایی که به سر ملت ایران آورد، با تمام جنایاتی که کرده، الان محکمتر از رژیمی که این آقایون میخوان برای ایران خواب ببینن. و مردم ایران اگر مجبور باشن خدای نخواسته ما بین این دو تا انتخاب بکنن، من گمون کنم باز خمینی بیشتر رأی داد.